Bismillahirrahmanirrahim. Belki diğer az barnamahayı rahi marifet hoş amadeyim. Tamam gune ki müstahzer hastayım der barnamayı rahi marifet der cüsücüyü rahayı tahsili berayı cavanan Afganistan hastayım. İn ki cavanan Afganistan çigune be danışgahay Avrupa, Amerika ve sayr kişvara ha rahayı da kınan. Tamam gune meydanet ki Taliban deri evahir ilami münteşir kerden که بر اساس آن بعد از این دختران به دانشگاه ها و مدارس و مکاتب راه نخواهند داشت. دروازه های آموزش، مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان بسته شد. و اما در این اواخر در بعضی صفحات اجتماعی و وبسایت ها پیام های منتشر می شود حاوی این که بعضی از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی فرصت تحصیل را برای جوانان افغانستان به ویژه زنان در اروپا و آمریکا مساعد ساخته است. آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد جوان افغانی که در جستجوی راه تحصیلی است چگونه اقدام باید کند؟ همان گونه که متوجه بودند در برنامه قبلی جناب استاد عبدالوحید گلرانی استاد ازبق دانشگاه هرات با ما بودند و پیرامون فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه زوریخ سوئیس و سایر کشورها بحث کردند. در این برنامه نیز جنابشان با ما حضور دارند و پیرامون فرصت های تحصیلی در اروپا با ما بحث خواهد کردند. به ویژه فرصت هایی که بعد از اعلامیه طالبان به دسترس است و تازه دانشگاه ها در خود را برای دانشجویان افغانستان باز کرده است. جناب استاد دورانی خیلی زیاد تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه حاضر شدین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که آیا واقعا فرصت های تحصیلی که در صفحات اجتماعی نشر شده است واقعیت داره؟ اگر بله، دانشجویان افغانستان چگونه میتونن به آن درخواست بدن و اپلای بکنن؟ ممنون جناب رحیاب، سلام به شما و همه دوستانی که ما را میبینن و صدای ما را میشنوند. خب در اون صحبت قبلی هم گفتم که همه سال بورسیه های زیاده در بخش های مختلف و در رشته های مختلف در تایپ ها و در حوزه های مختلف اعلان میره. اما خب اینجا دو بحث مطرح میشه. متاسفانه خیلی از یوتیوبرها، خیلی از کسایی که صفحات اجتماعی دارن و دنبال سابسکرایبر یا دنبال کننده دو یا دنبال لایک ویو اینها میگردن، بیشتر گاهی وقتها باعث میشه که فرصت های اکسپایر شده یا تاریخ دیر شده یا فرصت های جعلی را به خاطر جلب توجه، به خاطر گرفتن لایک و کامنت و سابسکرایب اینها به اعلان بده. اما به حالت کل این واقعیت هست که هم مثال بورسی های زیاده به اعلان میره در دیگری ها، در رشته های مختلف، در حوزه های مختلف، در نوعیت پوشش مالی یا حمایت مالی که اکثریت بورسی ها فول فند هست، یعنی تمام هزینه ها به عهده همون مرجع که بورسیه رو به اعلان میده به عهده او هست، از قبیل هزینه های ویزا، هزینه های تکت هواپیما یا هزینه های هلت انشورنس و بله اینها. با این حال این یک واقعیت هست، ولی دوستای ما کسایی که تصمیم دارن برای اپلای کردن باید بیشتر دقت کنن، بیشتر توجه در پشت خیلی از فرصت های تحصیلی بورسیه ها به کشورهای جهان سوم 4,000، 5,000 تا 10,000، 12,000 دلار از یک فرد، از یک دانشجو پول میگیرند با امید از او که او را اپلای بکنند در یک بورسه، یا بره از او ادمیشن بگیرند یا یک بورسه را بگیرند، در حالی که 95 درصد بورسیه ها خود فرد باید اقدام بکنند و هیچگاه نباید پول به کسی بدن، هیچگاه نباید هزینه کنند. همون داکیومنتشن در صحبت های قبلی گفتم وقتی اسناد آماده باشه خود فرد میتونه اپلای بکنه، خاطر که هر پوانتون یا هر مرجع که بورسیه بلان میده مشخصا یک راهنمایی کرده و اسناد که ریکوایرمنت ها یا اسناد الزامی که هست اونها رو شریک ساخته. اکثریت بورسیه ها اپلیکیشن فرم هم داره، اپلیکیشن فرم رو باید دوستای ما دانلود کنن و بعد اون مشخصا باز میگه که او را امضا کنن، دوباره اسکن کنن و
در سایت آپلود بکنن همراه اسناد تحصیلی دیگر. با این حال دوستایی که دوست دارن و علاقه دارن و انگیزه دارن که بیان در اروپا یا در هر جای دنیا تحصیل بکنن، به ویژه اپلای بکنن برای بورسیه های تحصیلی رایگان، پیشنهاد این هست که بیشتر دقت کنن. سوء استفاده زیاد میشه، کلاهبرداری ها هست، مافیا های در پشت بورسیه های تحصیلی هست. من شخصا در افغانستان شاهد بودم که بورسیه های خیلی ویلان میرفت و در قبال یک مقدار پول فرد معرفی میکرد در بورسیه ها. با این حال باید همه متوجه باشن، ولی در حالت کل اینها دروغ نیست و سالانه بیشتر از 500 سازمان و دانشگاه های مختلف بورسیه های تحصیلی به ویژه برای کشورهای در حال انکشاف یا کشورهای جهان سوم اعلام میده. خیلی زیاد تشکر جناب گلرانی سید از اینکه توضیحات خیلی خوب در مورد بورسیه ها در کل ارائه کردین. اما سوال مختص ای که از جایی که یک وضعیت اضطراری در افغانستان پیش آمده که شاید هیچ پیشینه در جهان نداشته باشه، ای که یک گروه حاکم آمد و مانع از تحصیل دانشجویان به ویژه از دختران شد، با چنین شرایط آیا فکر میکنین کشورهای اروپایی و دانشگاه ها یک فرصت ویژه به دانشجویان افغانستان به ویژه به دختران خواهند دادن؟ مثلا ممکن بعضی از اسناد که جدی نیستن یا ممکن زیاد الزامی نباشه از او انصراف خواهد کردن. به گونه مثال بیشتر از دانشجویان افغانستان امروز مشکل جدی که دارن با توفل و آیلتس دارن. آیا احساس میکنیم که دانشگاه اروپا یک فرصت مساعد خواهد ساخت به دانشجوی افغان که از توفل و آیلتس منصرف شوند به بیان مستقیم به دانشگاه؟ قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، من جای داره که همدردی و همدلی خود نسبت به تمام دخترای وطن ابراز کنم. خیلی متاسفم این خبر همه ما یک شوک داد، همه ما یک تکان داد. در شرایطی که دنیا دارن از توسعه حرف میزنه، در شرایطی که دنیا دارن از رشد، از پیشرفت، از انکشاف، از تحقیق و از رفتن به مریخ و در کره های دیگر صحبت میکنن، متاسفانه نظام حاکم، نظام ظالم، نظامی که خلاف شرع و خلاف دین و خلاف عرف و در خیلی از موارد دین را ابزار قرار دادن و محدودیت های از آدرس دین بر علیه مردم به بویژه زنان و دختران محدودیت های وضع در جامعه مریض، در جامعه سنتی ما زن بودن، دختر بودن، حتی انسان بودن سخت. با این حال من امیدوارم یک روزنه باز بشه یا حداقل دولت مردان بیدار بشن و این محدودیت ها به ضرر خود دولت تمام میشه، این محدودیت ها به ضرر آیندگان تمام میشه. نسل های آینده ابد این وضعیت نمیمانه. بالاخره دنیا رشد میکنه، دنیا پیشرفت میکنه و خیلی هم سریع پیشرفت میکنه، ولی ما هنوز دختر به دانشگاه در دقیقه ما شده رشته، اصلا رشته ها جنسیتی کردن. در کجای دنیا، در کجای اسلامی منطق داره؟ به هر حال حرفای زیاده هست، نمیشه اینجا صحبت کرد چون وقت کم هست. اما مشخصا بله، کشورهای متعدد دروازه رو باز کرده روی دختران افغان، به ویژه دختران دانشجو یا محصلین برحال یا محصلین که تازه فارغ شدن. متاسفانه چند روز قبل خبر شنیدم گفتن حتی وزارت تحصیلات عالی، البته ضد تحصیلات عالی، گفته که برای کسانی که تازه فارغ شدن حتی به اونها اصلا تحصیلی اونها صادر نشه، داده نشه. این یعنی چی؟ و کشورهای مختلف باز هم تکرار میکنن باز کردن دروازه های خود، به ویژه آلمان، انگلیس، سوئیس و خیلی از کشورهای دیگر، ایتالیا اینها. اما ای که در مورد تافل آیلتس گفتین، مشخصا هر اکثریت 95 درصد یا بیشتر از این بورسیه ها این سند زبانه میخواهند، ولی برای
دختران افغان با توجه به شرایطی که دارند، مراکز آموزشی بسته هست، مراکز زبان بسته هست، اینها چیز تجربه که من در بخش بورسیه ها و اپلای کردن در این بورسیه ها و فرصت های تحصیلی، فرصت های شغلی در اروپا و در آمریکا دارم، احتمال میره که دختر افغان استثنا قائل بشن و به خاطر که شرایط افغانستان میبینن. و اونها جالبتر از همه آقای رحیابی هست که خیلی از شهروندای اروپا، حتی پروفسورها، حتی سیاسیون، خبرهای افغانستان بیشتر از خود افغانها به دقت تعقیب می‌کنند و از این وضعیت آگاه هست. و من مطمئنم که دختران افغان در خیلی از موارد استثنا قائل میشن به خاطر که شرایط افغانستان میبینن و حتما و حتما این موارد اونها در نظر می‌گیرن. بسیار زیاد تشکر جناب دورانی است. به امید است چنین شب و فرصت های مساعد شود به دختران افغان تا بتوانند به آرزوها و امیدهایشان که رفتن به درس دانشگاه و ادامه تحصیلات است برسند. و امید است بلژه دانشگاه های اروپایی فرصت مساعد بسازد و محدودیت ها یا کریتریای بالایی که به خاطر دانشجو پذیرش دارند اونا را یک مقدار به دانشجویان افغان به ویژه به دختران کاهش بدن تا دختران افغان بتوانند به سهولت بیان به دانشگاه های اروپا. به هر ترتیب جایگزین در وضعیت فعلی چی فکر میکنیم چی باشه؟ مثلا دانشگاه افغانستان بسته است، مکاتب برای دختران بسته است و دانشجوی افغان هم سریعا آمدن میتونه به اروپا و به آمریکا که ادامه تحصیلات بدن. آیا فکر میکنین که مکاتب و دانشگاه های آنلاین که به صورت آنلاین تدریس میکنه جایگزین خوب باشه برای دانشجویان افغانستان در وضعیت فعلی؟ به دلیل از اینکه اکثر از دانشگاه ها و اکثر مراکز آموزشی اروپا و آمریکا فرصت های آنلاین به صورت رایگان اعلام کردن تا اینکه دانشجویان افغان در او اشتغال بکنن. ببینین، صنف آنلاین، درس خوندن آنلاین خیلی موثر نیست. یک، دو، شرایط افغانستان امروز قسم هست که وضعیت اقتصادی دانشجو خوب نیست. وضعیت از همه مهمتر که یادآوری کنم، وضعیت روحی و روانی دانشجو خوب نیست. بله ما قبل از این که به دانشجو صنف آنلاین برگزار کنه یا از برنامه های آنلاین دانشجو مستفید بشه، قبل از او دانشجو نیاز داره که انگیزه داده بشه. خیلی از دانشجوهای افغان، از دخترها، اینها ناامید شدن. ما باید امید بسازیم، امیدوار بکنیم این کار. ما باید این انگیزه رو خلق بکنیم برای خیلی از دخترها که دوباره بلند شن، دوباره به پای استاد بشن، شکست زمانی که امید نباشه، امید به آینده نباشه، تا زمانی که هدف نباشه. بعضی از دانشجوها برای پیام میدن، ما میگن تمام آرزوهای خود باید به گور ببریم. این خیلی سنگین آقای رفتار، خیلی سخته. چند روز قبل یکی برای من پیام داده بود که خوش به حال شما که پسریم، ته ته عمق فاجعه ای هست که یک دختر آرزو کنه کاش پسر باشه. در قضیه است، این عمق فاجعه هست و خیلی سخته، خیلی سخته که یک دختر آرزو کنه کاش پسر بود. این یعنی برتری جامعه سنتی، جامعه مرد سالاره که مردر، هرچند مردانگی صفته، اما جنس مذکر بهتر، قویتر، بالاتر و از هر لحاظ واجد شرایطتر بوده از همین موارد. این بس وجود داره، ولی باز هم میخوام تمرکز کنم روی از این که صنف آنلاین مشخصا به عنوان میتونه به عنوان یک جایگزین باشه، ولی مشخص نه برای جامعه افغانستان. اینترنت ضعیف هست. من تازه خبر شدم که احتمال داره که در آینده نزدیک طالبان اینترنت رو کنترل کنن، سرعت اینترنت پایین بیارن، در حالی که اینترنت ضعیف در افغانستان و هنوز ضعیف رو میخوان ضعیفتر بکنن.
یک بس هست. قیمت های اینترنت بالا، نداشتن اون هزینه های اینترنت نمیتونه کارایی داشته باشه. و مهمتر از همه بحث برق هست. برق خیلی از شهرها از 24 ساعت 3-4 ساعت برق داره. اون 3-4 ساعت هم آخر شب برق میاد و نمیشه. خب من فکر میکنم با این حال ممنون دیگه از تنها راه درس آنلاین یک فرصت خوب یک جایگزین خوب نیست در وضعیت فعلی برای دانشجویان افغانستان منظور کنی است نه خیر، خوب نیست یک جایگزین خوب نیست، جایگزین موثر نیست، ولی یک خوبی داره که حداقل دانشجو دوباره زنده میشه، دانشجوی دختر دوباره انگیزه میگیره، دانشجوی دختر حداقل امیدوار میشه که بالاخره یک روزنه هست، یک دلیل داره، یک بهانه داره برای تلاش کردن، یک بهانه داره برای زندگی کردن. آقای رحیاب، تا زمانی که ما امید نداشته باشیم، تا زمانی که ما آرزو نداشته باشیم، تا زمانی که ما هدف نداشته باشیم، همون زندگی بررسی نشده ای که ازش استفاده ندارد. با این خاطر سیستم آنلاین میتونه یک جایگزین در شرایط کنونی باشه. چرا؟ بخاطر که دانشجوی ما لحاظ فکری، لحاظ روانشناختی و لحاظ روحی آماده نیست به خیلی از چیزها، ولی حداقل امیدوار میشه و انگیزه پیدا میکنه برای یک آینده بهتر. خیلی زیاد تشکر. از جایی که از نمیخوایم از بحث هم خارج شویم، در عین حال بعضی سوال های مرتبط به اصل موضوع بحث باشم میخوایم بیرون بپرسیم، گرچه در برنامه گذاشتم خیلی خوب واضح و روشن توضیح دادن. بازم یک بار دیگه به خاطر تاکید که ممکن بعضی دوستا برنامه قبلی رو ندیده باشن و این برنامه رو ببینن، برشان یک ایده خلق شود که ای که یک دانشجوی افغان میخواهد به اروپا بیاید و در دانشگاه اروپایی اپلای بکنه و درخواست دانشجو بودن بده، چی اسناد مدارک و چی معیارهایی لازم است؟ که اگر به زحمت سریع بودن چی بهتر؟ بعد همچنان در صحبت های قبلی هم گفتم، خب مشخصا نمیخوام در مورد اسناد تحصیلی صحبت کنم که اسناد تحصیلی خود داشته باشن، خب او یک چیز 100%، اما چند مورد دیگه اینجا میتونه نقش داره و مهم هست. اولین مورد بعد از اسناد تحصیلی سند زبان هست، که در سند زبان باید شما ثابت کنیم که تسلط به زبان انگلیسی دارین یا هر زبانی که همون کشور میخواهه، هم که بورسیه میخواه، حالا چه فرانسوی باشه، چه انگلیسی باشه، چه آلمانی، چه روسی، هر چیزی که باشه. یک بعد از سند زبان، بس دوم بس سی وی هست، و در سی وی باید مشخصا در مورد ورک اکسپیرینس یا تجربه کاری طرف مطرح بشه، فعالیت هایش لینک اون تحقیقات باشه، اسم های مشخصا تحقیقات نوشته باشه در ژورنال ها یا در روزنامه ها یا در مجله هایی که چاپ شده مشخصا نوشته باشه، و دیگه مهارت های اسکل هایی که در بخش های دیگه داره، چی سافت چی هارد، هر چی هست، اینها نوشته باشه. متوجه باشن دوستای ما، سی وی خیلی مهم هست و همه ما از روی سی وی قضاوت میکنه. سی وی در حقیقت معرف فرد هست و خیلی باید با دقت نمیشه باشه. متاسفانه بعضی از دوستان من میبینم گاهی یک چیزای دروغی می نویسن، عامیانه بگم، و فکر طرف میگه که والا شاید کسی بررسی نکنه، شاید کسی چک نکنه، در حالی که تیم تکنیکی که بورسیه ها چک میکنه، اپلیکیشن ها یا درخواست ها چک میکنه، گفتم مثل عامیانه یا مقوله عامیانه موی را از خمیر میکشه، چون تخصص ما هست. ما نمیتونیم تیم تکنیکی و تیم که بررسی میکنه اپلیکیشن ها و را شارتکت کنیم یا دار بزنیم یا بالاخره ما را گپ بدیم جناب استاد، تیر در کنیم. خاطر سی وی کدام فرمت خاص وجود داره؟ کدام فرمت پیشنهاد میدونین شما با چی فرمت سی وی بسازم؟ فرمت مهمترین فرمت که فعلا در اروپا کارایی داره، قابل قبول و استفاده میشه، فرمت یوروپاس هست. یوروپاس فرمت هست و از طریق آنلاین باید در وبسایت یوروپاس بری، آنلاین اونجا بر خود یک اکانت میسازی و بعد اطلاعات خود از طریق آنلاین درج میکنی و در نهایت سیوی خود دانلود.
که در او یک سری تکمیل هست، یعنی تمام بخش هایی که یک فرد نیاز داره و لازم هست همه مشخصا گفته، از الف تا یا همین چیز ذکر کرده. اما دوباره برمیگردم در صحبت های قبلی خود در مورد استای دیگه، متوجه باشین در صحبت های قبلی هم گفتم که بورسی گرفتن فول فند یا رایگان یک رقابت، نه رقابت در بین دانشجویان افغان، رقابت در بین دانشجویان بین الملل در صد و چند کشور، از خود آلمان گرفته، از خود اروپا گرفته، تا غرب، تا آسیا، تا استرالیا، تا چندین کشور دیگه. در حقیقت دانشجو برای گرفتن بورسیه داره با دانشجوهای بین الملل رقابت کنه و کار ساده نیست. رقابت در سطح بین الملل، هر کس بر اساس همون شرایط و درخواستی که ارسال میکنه، درخواست تکمیل، همه شرایط داره و همه اسناد از او تمام هست، بر اساس او انتخاب میشه در مراحل ابتدایی. متوجه باشیم که انتخاب شدن در مراحل ابتدایی یا پرسلکشن به معنای از این نیست که شما بورسیه را گرفتین به تمام شد راحت برید بخوابین، منتظر از این باشین که بر شما به ویزا بدن و برین اروپا یا آمریکا یا یک جای دیگه. پرسلکشن هست، بعد از اون باز دوباره انترویو شما را میخواهد، بعد دوباره با شما صحبت میکنه و در نهایت و تصمیم نهایی با شما شریک میکنن که چه ریجکت میشن چه قبول. مورد بعدی که میخوام صحبت کنم فعالیت های رضاکارانه، فعالیت های اجتماعی، فعالیت های فرهنگی، به ویژه فعالیت هایی که در این شرایط بیشتر به اون توجه میشه، فعالیت های مدنی و حقوق بشری هست در شرایط کنونی، که اینها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و هر چی که ما اسناد و داکیومنت بیشتر داشته باشیم در حقیقت مهر تایید نمیزنه به تمام حرف های و تمام ادعاهای ما. به این خاطر اینها هم میتونه مهم باشه و در نهایت از اول تا آخر باید یک داکیومنتشن منظم باشه، همه چیز باید منظم باشه. مورد بعدی که من صحبت کنم بس ریکامندشن هست، که در ریکامندشن در صحبت های قبلی مفصل در مورد از او توضیح دادم و گفتم که چگونه باید باشه، چی محتوای داخل از او گنجانده بشه و از چی مراجع میتونه جناب استاد خیلی مختصر صادر بشه و اشاره چقدر کنید تاثیر وقت گذار هست. برنامه ریکامندشن تمام. خیلی میتونه تاثیر گذار باشه و باید در داخل ریکامندشن لتر مشخص و همین اسناد فکر میکنم به عنوان اسنادی که به هر بورسیه لازم هست. خیلی زیاد تشکر از توضیحاتم جناب استاد در مورد بورسیه ها و اینکه دانشجوی افغان چگونه بتانه به دانشگاه های اروپا را پیدا بکنه. به صورت مختصر و خلاصه ما حرفایی که شما گفتین در مورد از اینکه دانشجو چگونه اپلای بکنه میخوایم به شکل نکته وار بگم. اولا شما فرمودین که باید داکومنت خود آماده بسازه، تمام مدارک مورد نیاز، دوم دانشگاه مورد نظر خود پیدا بکنه و مکمل ریکوایرمنت از رو بخونه که آیا واقعا واجد شرایط است یا نه. دوم سوم بعد از اینکه دید واقعا واجد شرایط است به او اپلای میکنه، درخواست میدن. مرحله چهارم مرحله ریویو اسناد از این فرد از سوی دانشگاه است. دانشگاه بررسی میکنه که آیا فرد واقعا واجد شرایط است یا نه. اگر واجد شرایط بود که در پری سلکشن و مرحله نخست انتخاب میشه و باش ایمیل و تاییدی ممکن تماس بگیرید که شما انتخاب شدین، اما به معنای نهایی نیست، به معنای یک دانشجو نیست. نیست، هنوز انتخاب نهایی نیست، باید مراحل دیگر را طی کنند. از جمله بعد از او باید انترویو داشته باشن و اگر در انترویو موفق شدن ممکن مراحل بعدی باشه تا اینکه به ویزا و اینا اقدام کنه تا به دانشگاه بیاد. خلاصه یک مسیر طولانی است اما ناممکن نیست. دانشجو میتونه بالاخره به موفقیت و به جایی که آرزو داره برسه. یک بار دیگه هم از شما جناب گلانی صاحب سپاسگزار هستم، تشکر از اینکه وقت دادین و پیرامون مسائل تحصیلی بحث کردین. امیدوار هستم در برنامه های بعدی هم شما را داشته باشم. از توجه و پیگیری تمام دینده هم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، بدرود.